به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بیناموسان، امامداران، بی امامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغالب، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود. نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران. در این کشور همه دزدند. این دزدا پلیس دارن. این دزدا قاضی دارن. این دزدا محکمه دارن. این دزدها شاه دارن. این دزدها والی دارن. این دزدها وزیر دارند. و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره. کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند. و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمدشاه یا ناصرالدین شاه با اجازه الله این کار رو نمیکرد. یه آخوند پوفیوز بغل دستش بود. اون آخوند پوفیوزه میگفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصرالدین شاه هم آخوند پوفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه. مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود. الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه. اکبر دزده، کارش دزدیه. رئیس جمهور کارش دزدیه. وزراش کارش دزدیه. بچه هاشون کارش دزدیه. آیت الله ها کارشون دزدیه. دزدی اسلامی، رشوه‌گیری اسلامی. 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد مرز خارج کنه، گیر میفته، مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید. الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید. من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه. بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع، فضانوردان اونجاست، عکسش رو مردم دیدن، فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره.
ملت کیه؟ عوام کل انعام، یعنی مردم عامی که مثل چارپایان هستند. اینو آخوندها میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشون رو قبول داری. اگر نه، حرف آخونده که صحبت هایی چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فروهر و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ میباشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیز ما را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم از همه بدانند که این اولین اعلام رسمی ما میباشد و تا کنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ت عین الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند، که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند، که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند، که بد هم نیست چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است. همانطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در چوسرکان به پاس سکس بی‌نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست به ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکش ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشند. من بلد نیستم اینا چیه، چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنند و یک بار هم تلفن کردند. در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه
عقاب ایران رو کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه‌شون فقط، ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حخا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حخا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حخا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چقدر دلشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دسته‌ای، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی رو که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفر گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه نه، کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمانها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراءالطبیعه. کتابی است که دانش میده به آدم، کتابی است که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسانها بودم، لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدالها و ناسازگاریها و کینه و عداوتها نتیجه تعصبات و باورهای غیر عقلانی دینهای ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می باشد، که می توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن برای
دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد. زیرا دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسانها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آن که محبت نما همانند خود را چون خودت با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن اینکه آقای دکتر صفائی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی پروا نمیگه، همین حرفها رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب می‌فرمایند در پنج کتاب موسی، سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل به نمایت پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعه هایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان میکنند عمل نمای و متوجه شده موافق هرچه تو را حکم میدهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو میآموزند و مطابق آنچه به تو میگویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش میده. همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده، بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان
سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله سازمان ملل نیست و اونجام حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهایی، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن، نمیخوان اقرار کنن که ما نفهمیدیم یا صلاحشون نیست. ولی حقوق بشر کمک کرد به ما که ما خودمون رو توی چاه بندازیم، چون سعدی میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این ضعف میتونه قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه، نگفتیم شابره چی میشه، سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم. به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی. و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد تنین انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بویی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراء طبیعه و کلمه خدا بیان کرده و میگوید این نام برای من هیچ ناسینک است. یعنی لغت خدا را نمیدونم چیه. و مفهومی غیر از اینکه محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد.
کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد. عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. کسانی که در ایران هستند rezafazili.pars1 ya rezafazili.pars2.blogspot.com، mpahlavi.blogspot.com، rfazili10 ya rezafazili10، یک کدوم از این دو تاست، .blogspot.com. 6 تاست. امکان نداره بتونن هر 6 تا رو فیلتر کنند. دو تاش با فیلتر شکن میاد. اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن. تمام برنامه های من رو میتونید روی rezafazili.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید. در rezafazili.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر و حتی یک قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید. در rezafazili.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید، چه چیزی رو ببینید. همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن، در ایران، در آلمان، در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم. برای شماها، اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید، به صورت سرعت کم، سرعت انواع اقسام. rezafazili.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن. برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید. فقط کاری که می کنید سعی کنید از کتاب هایی که اونجا هست استفاده کنید، به خصوص اون ستایی که تو ایران هست. کسانی هم که بیرون هستند از کتابای دانلود شده میتونن استفاده کنن، ولی انصاف داشته باشید، کمک بکنید به برنامه، چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم. من پای کوه نشستم. کتاب میفروشم، فیلم سینمایی میفروشم، فروهر میفروشم، دستبند فروهر میفروشم، پرچم میفروشم، هر چی گیرم بیاد که این کار رو تامین بکنم. از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال از $3 دارم تا $100، از همتون سپاسگزارم. این کتاب ها اسمش هست
سیر و تحقیقی در آیین موسایی و چهار جلده. طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم، چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفت آها اینجاست، از حفظ گفتنش کار من نیست. کتاب های آقای شفا، دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم، نداشتم امروز، باید تهیه بکنم، روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید. 7 کتاب، دوتاش 1400 ساله، یکی تولدی دیگره، یکی جنایت و مکافات، 30 گفتار در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی. این 7 کتاب به مبلغ $300 با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب های شفاری که تکی میتونید بخرید، شما اگر یک کتاب و جنایت و مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کار رو کردم و دادم. کتاب های آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. این کتاب رو آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007. و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزو کتاب‌های آقای شفا هست. و آخرین کتاب شفا، فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها به با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولدی دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. ساعتمو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل اینکه بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل اینکه زیادی حرف زدم. کتاب های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. نویافته هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن صدتاسری ایران که فعلا دارم چاپ میکنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود، ازشون اجازه گرفتم یه 200 چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن صدتاسری ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن صدتاسری ایران یکی از پرفروشترین کتاب های آقای شمشیریه، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راه هم باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه، شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، کتابی بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان عطابک. بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام.
خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، روح و سه تا مسئله هستش که من اینجا دارم، بعد دارم اینجا، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب های خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد و ظهور، حکایت من و امام زمان، آخرین کتاب معین‌زاده است. کتاب های زندیاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad، Inside the Brain of a Prophet. شیعه‌گری و امام زمان، الله اکبر، پول خون، ترجمه از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده و کسی بوده که در زمانی که در ایران مرگ بر اسرائیل میگفتند، بین معاملگران ایران و اسرائیل در اروپا رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق، دانشمند عرب، در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید.
آلاله مجموع اشعار از همامی رفشار، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضا شاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم، پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی، به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفتروس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفتروس 5 کتاب من ازش دارم، یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلده، یکی خاطرات، یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ، یک هم چیزی تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند، و آخرین کتاب آقای میرفتروس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق، این آخرین کتاب آقای میرفتروس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور، خاطرات من متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخه رو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و یه ستایشو دارم. کتابخون خیلی داریم. بله، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای امیر نجات. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان، دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه هم اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد علی رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های میزفتعلی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم، و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده، و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست، مثل سی دی، دی وی دی و
کارهایی که در لندن انجام شده، واریچه آخوندی، فرخزاد نوروز 66، مقدار سیلی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه و سیلی هایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم، فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم یا نوشتم که یادم نره، نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سه چشم، از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته‌بندی شده، خاطرخواه، استا کریم نوکر تیم، مهمان، غلام ژاندارم، پاشن طلا، رقاصه و پل. اینا رو دای جان ناپلئون 8 سیدیه، 8 دیویدیه، این ایتالیا ایتالیا 3 تا دیویدیه. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 تا فیلمه و بهترین های صمد 7 تا فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 تا فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 تا ویدیوس، میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. 10 تا دیویدیه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردن، این که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سیدی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم، ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای اینکه با شما مردم ضمن اینکه دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن اینکه این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده، یعنی سال 1999. هزاره‌ای که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه باستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه.
تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون اربابت دهنه رو هر وری بخواد میکشه. میان 188 کشور جهان امروز، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر ولایت فقیه، یعنی بر حق قیمومیت اقلیتی معدود بر اکثریتی فراگیر صحه گذاشته شده، و خود قیم در ولایت فقیه تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. سه قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند، بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تفتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت‌ها وضع و توسط خود ملت‌ها تعدیل می‌شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم. دوباره پرت نکنیم خودمونو، دوباره به منجلاب نیفتیم و بعد اسمشو عوض بکنیم، سر نسل آینده‌رم کلا بذاریم، اطلاعات غلط بدیم که جوانای فردارم منحرف کنیم. به فرمان ملکه بزرگ دولت فخیمه. دوستان عزیز، این برنامه روز یک شنبه از تلویزیون کانال وان ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتابا چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کاریش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.